قرار نبود این ویدیو رو بگیرم، ولی مجبورم بگیرم. از دارک ویب تهدیدم کردن که باید این ویدیو رو بگیری وگرنه سرتو میبریم. البته من تهدید برام مهم نیست. ریدم به خودم. سلام درود، خوش اومدید به یه ویدیوی یه مقدار ترسناک و کریپی. آقا هممون میدونیم در جبه دارک ویب بودیم میدونیم که قبلا ویدیو زیاد گذاشتم تو کانال و حالا اگه دوست داشتید برید اونارو ببینید، قدیمی البته ویدیوها بیشترش و صاف بشینه. خب اما یه سری وبسایت هم هستن تو همین سطح نت خودمون، یعنی به معمولی که همه دسترسی دارن، راحت ما میتونیم بریم تو وبسایت ها که نه وی فیلتر نه هیچی، راحت هم باز میشه، اما بهتره نمیم. الان میخوایم 6 تا وبسایت رو با هم بررسی کنیم و ما نمیریم تو این سایت ها و آدرسش هم فکر نکنم بهمون بده، اگه بده که خیلی خوب میشه، من اگه دوست داشتم میرم یه موقع و ازش ویدیو در میارم، ولی به هر حال شما نرید تو این سایت ها، منم نمیرم تو این سایت ها چون عواقب بدی داره، ولی میخوایم ببینیم که چرا چه عواقبی داره. مثلا تو این وبسایت ها چه خبره که عواقب داره، مثلا چه چی ایرانی رو از وبسایت تهدید بابا جمع کنه تو رو خدا. حالا به هر حال میخوام بریم اینا رو با هم دیگه بررسی کنیم. اگه تو سابسکرایب نکردی، دوست داشتید ویدیو ها بعد از دستن سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید. و سال هاست که نگفتم عرفان هستم، سال هاست عرفان هست، یادم مون داشت ایتونا. برو کامنت بذار، برو کامنت بذار، اینو بگو آفرینی که یادت مون، بگو خیلی خفنی که یادت مون، برو کامنت بذار، لایک هم بزن. بریم، نترسید راستی یا نترسید، هدفون بذار، هنسفیری بذار، یه چیزی بذار، برو. 6 websites you should not visit. Don't visit these websites. Don't visit. میگم don't visit. برو تو کامنت بنویس عرفان ویزیت نمی‌کنیم. آفرین. خب Number 6. افان هر ثانیه ویدیو رو استوب کنی عذابمون بدی؟ نه هر ثانیه، نه هر نیم ثانیه میخوام استوب کنم اینجوری. بریم آقا. آدرسش داد opentopia.com دهنت سرویس. با آدرس داد آقا با سایت opentopia.com نرید خدا وکیلی. بریم آقا. آها الان میگم بهتون، خیلی خفنه وبسایتش. Creepy thing is though that many of these webcams are private cameras in typical homes. Yo Abalfaz, بچه میگه سایت opentopia.com که البته کاش اسمشو نمیگفتم تو ویدیو، موقع بند نشیم یوتیوب چه تو این گفته بند، ما بگی بند میشیم، ما خار داریم براتون نره. میگه سایتی که شما اصلا قرار نیست برید توش چیزی شوکتون کنه، چیزی نیست اونجا که بخواد شما رو شوکه کنه، نه خیلی نرماله. opentopia.com هزاران وبکم لایو سراسر جهان اونجا وصله و میتونید برید دوربینای مدار بسته اونها اونجا وصله میتونید ببینید. میگه اما و ممکنه مثلا یه موقع تو این وبکم ها موقع مثلا اتفاق غیر منتظره بیفته، یکی بکشه وسط خیابون، حالا سراسر کشور شهر و جهان و ایناست. آره نه اصلا برج پیزاه، نه این چیز دیگه، پیازا دل پپولو امیلیا روونجا روونده ایتالیانو. افان دو دقیقه خفه شد، دو دقیقه تو زندگی آدم باشه. میگه قسمت کریپی ترسناک که داستان اینجاست که بعضی از این وبکم ها تو خونه های معمولی یهو میری میبینی خودت اونجا گذاشتن فروشی مثلا. آره مثلا بعد میبینی مثلا فروخته شده. میتونی بری خودت تا سفارش بری تو دارک وب، میدونستی؟ آره به هر حال میری اونجا و بذاره. میگه اصلا نمیدونن بدبخت تو خونش رو وبکمه و مثلا یه سری آدم مریض احتمالا این وبکم ها رو آره هک کردن، گذاشتن دوربین مدار بسته داخل خونه مردم بدبخت. وایسا رفتیم نمبر 5. خب نمبر 5 شماره 5 I dare you. بکنم وبسایت شامینه دیگه، چرا عکس فیسبوک روشه؟ چرا؟ You try this. Activate Flash Player. The website takethelollipop.com is built up kids. Lollipop.com. I dare you this. Lollipop.com. عکس تیغ اومد روش. احساس میکنم به چیز مربوطه. نمیتونم اسمشو بیارم. ولی نابود کردن خود. خودکش. آره. اسمشو بیارم. بند میزنی یوتیوب نفهمید. الان گفتم خودکش. یوتیوب فکر کرده زرنگه ولی ما دورش میزنیم. یه قبل اینکه برید توی سایت فلش پلیر مورگرتون رو چیز کنید، همون بازی فلش میکردید بچه بودید، همون رو باید فعال کنید. And you're asked to take a lollipop, but you can also decline. If you do take it, a pretty disgusting guy turns up on your screen and goes through your Facebook profile, leaving horrible comments. یا حضرت آب. یه میری تو سایت، آب نواد به تعارف میشه، میتونی ورش داری. و اگه ورداری این اتفاق میفته. And you're asked to take a lollipop, but you can also decline. آه میتونی decline کنی، یعنی میتونی بگی من ور نمیدارم این lollipop، این آب نواد رو دارم اینو. و میگه اگر بگیریش این اتفاق میفته. سفر رو ناکن، سفر رو ناکن. چه من داری نگاه
نگاه کن، سفر رو نگاه کن، آها دوربین رو منه، برو رو صفحه. خب ببین این اتفاق میفته و یکی عکس پروفایل براتون میاد، چون به فیسبوک من بوده، این عکس فیسبوک اون وسط بود تبدیل به تیغ میشه، همون تیغی که باش خانواده‌اش انجام میدن و یه شمارش معکوس میاد اونجا، اسم میزنه اون وسط، اسم کسی که قرار نوبتشون باشه، مثلا نشه میگان دان از نیکست و مثلا میگه میگان بعدیه احتمالا قرار بره بمیره مثل فیلم فاینال دستینیشن و کلا اتفاقات کریپی و ترسناک تو وبسایتش میفته. آقا تست نکن خب این وبسایت رو، مریض که نیستی، بیمار که نیستی، مثل من نکن این کارو. بریم. Guy turns up on your screen and goes through your Facebook profile. پروفایل فیسبوک. بیا اول فصل. یه واقعا شوخی خیلی ترسناکی و این واسه همینه که میگن نوجوان ها تینیجر ها اطلاعات خیلی شخصی رو تو فضای مجازی نذارن. مثل من نه قیافه خودتون رو یوتیوب امنه. آره ها اینا هم برام جالب بود، میگه که این وبسایت به فیسبوک دسترسی داره. چطور ممکنه یه وبسایت به یه وبسایت به اون بزرگی و کلوفتی فیسبوک وصل باشه؟ چرا؟ چون آقا جان مارک زاکربرگ که فیسبوک رو درست کرد خودش دزد اطلاعات مردمه. آره آره. شماره 4 بریم. How to solve a problem. You've got problems with your annoying neighbors and mean. چیزه. How to solve a problem و عکس چیز اونجاست. فکر کنم به دادگاه و وکیل و ایناست. Or your partner's lover. With rentahitman.com you can really find a killer to do the dirty work. یعنی چی؟ اینا تو دارک وب هم به زور پیدا میشه. میگه تو این وبسایت اسم وبسایت چینه؟ Solve a problem. یه مشکل رو حل کن. آیا از دوست دختر خود ناراضی هستی؟ آیا از رئیس خود ناراضی هستی؟ از دوست خود ناراضی هستی؟ از همسر خود ناراضی، از کی ناراضی؟ مشکل برای ایجاد کرده، سولو پرابلم. مدرن پرابلمز ریکوایرز مدرن سولوشنز. میمه هست دیگه. آخه مشکلات جدید، مشکلات مدرن راه حل های مدرن هم. خب بیا میری تو وبسایت سولو پرابلم، اول فکر میکنی که اونجا میتونی یه دونه وکیل استخدام کنی. نه، کیلر استخدام میکنی. آره اونجا قاتل هست، میگه که من زیاد نگم قاتل، چون قاتل یوتیوب میفهمه و آره بند میشه. آره خب بعد جا میتونی قشنگ استخدام کنی، بیاد کار کثیف تو برات انجام بده. یه سر بریم ولش کن. نه اینا تو دارک وب و اینا بود، الان هم احساس میکنم باز تو دارک وب. فکر کنم اینجا بری خودتو حتما مثلا برای فروش پیدا میکنه. وای می کاتگوری داره که چجوری انتخاب. وای 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 accident, robbery or similar. میگه میتونی مثلا مرگ طبیعی رو انتخاب کنی، تصادف رو انتخاب کنی که مثلا بهانه سازی کنه دیگه اون قاتل فکر کنه آره. یا اول پس. چه باحال چه باحال. میگه حتی ولی نمیتونی خیلی چیز چی دیگه. اونجا یه سری محدودیتایی داره، مثلا اینکه مثلا بچهای زیر 16 سالو پخپخ نمیکنن. پالیتیکنز چیز میشه دیگه. سیاستمدارا اینا اونا رو هم پخپخ نمیکنن چون نمیدونم ترور یا تخرب اسم ترور رو نذارن. آره و هزینه‌ش هم زیاده، حتما با بیت کوین و اینا. آره پین بیت کوینز کلین کارنسی رو دارین. بله قشنگ دوین غیر قابل دسترسی اش، غیر قابل پیگیری بیت کوین رو حل. قبل اینکه این بگه خودت تو هوا زدن. نمبر 3 فان گیمز وب تارل فان چی دوری برو اس وبسایت شینه. بذار من درست بشینم یه لحظه. آروم باش آروم باش. whiteanimals.com یعنی حیوان سفید.com. کنم گفت وبسایتش براتون بازی مازی میاره با موسیقی بک‌گراندی که رو ذهن به شدت تاثیر بد میذاره، مثل موسیقی ترسناک فیلم‌ها ولی خیلی بدتر. نمیدونم چی یونیک تو اتموسفریک. و آره بذار یه بار دیگه بخونم. اتموسفریک که اتمسفر میدیم مثلا میشه فضا و محیط و مثلا اتمسفر فیلم میاد خیلی ترسناک که اتمسفرش قفن اتمسفریک موزیک پلی میشه. سناریوی وحشتناکی داره این بازی ها مثل این که و نمیدونم چرا این واسه این وبسایت داره این عکس رو میاره. whiteanimal.com میگه که اگه سایتش اول به نظرتون ترسناک نبود ساعتها وقت بگذرونید قطعا مرتادش میشید. یا حضرت عباس بریم شماره 2 The Remains. وای وای یا حضرت عباس چرا تو کمربند یا رویم. آره میگه که میخوایم حالا یه چیز دیستربینگ نشونتون بدیم. تو رو خدا دیستربینگ نباشه. دیستربینگ یعنی چی؟ یعنی اذیت کننده، یعنی رو مخ رو اعصاب. The website humanleather.co.uk is exactly. وای اینو شنیده بودم. وای آره این واقعیه. الان همش تا الان واقعی بود. و
وای بچه این یه وبسایته Human Leather. کیف و کفش و کمربند چرم هست، هممون می‌خریم، از چرم حیوانات یا چرم مصنوعی پلاستیک و ایناست. اینجا می‌فروشه همونا رو با چرم انسانی. چرم انسانی مثلا این ترش این مثلا چرم اصل دیگه، میگه آره مال زانوه یه مرده مثلا 45 ساله بوده، مثلا این پوست ماتن این کیفه مثلا یا الفاز. آدم یه کاری که با حیوانات میکنه، ولی حالا این سایت به با آدم ها پوستتو میکنه میفروشه. ایوله ناف انسان کیفه مثلا. آره خیلی خوبه، خیلی خیلی وبسایت مفرحی بد باشه. بابا برم اینا خودم اونجا میفروشن پوست خودم پیدا کنم. یعنی چی؟ آره با دد بادی این کارو میکنن، خداشکر با آدمای زنده این کارو نمیکنن. شاید هم میکنن نمیدونیم، اینجا نمیگه. ولی جنازه رو برمی دارن پوستشو میکنن، مثل براد پیت مثلا تو فایت کلاب میرفت چربی آدما رو برمی داشت صابون درست میکرد میفروخت به خود آدما. آره دمش گرم، خیلی هم گرونه. تو طبیعیه چرم انسان باید گرون بشه. Because most people prefer being buried or cremated. Is the website which was lastly refreshed in 2008 authentic or no? آه خدا رو شکر میه وبسایت آخرین بار سال 2008 آپدیت شد و دیگه از اون به بعد چیزی اضافه نشد. یعنی که دیگه فکر کنم که ما پوستام ببره. آره دیگه اون به بعد چیز نشد، فکر کنم فعالیت ادامه نداره، فکر کنم یارو انقدر پول داره بود رفت دیگه. رفت کنم فکر کنم آخر پوست خودش هم کندم فروختم دسترس. واقعا میگه حتی فکرش هم ترسناکه. واقعا ترسناکه. نمبر 1 بریم. اینم شنیده بودم، اینم شنیده بودم. مثلا قبل اینکه بگه خودم بهتون بگم، میگه که ایموشنالم هست، احساسی و درستم هست. یه وبسایتیه که فکر کنم متن‌ها و صداهای ضبط شده آدمو قبل مرگو داره و واقعیه. مثلا فلانی موقعی که مرده این نامه رو نوشته میذارن اونجا، فلانی موقعی که مرده این صدا رو ضبط کرده یا از صدا ضبط شده میذارن. یا حتی یه وبسایت بود فکر کنم صدای جعبه سیاه هواپیما، میدون چیه دیگه، اطلاعات ذخیره میشه توش. صدای جعبه سیاه هواپیما قبل اینکه مردم بمیرن مثلا تو هواپیما در حال سقوطو داره، مثلا جیغ و داد مردم، وحشت مردم. بذار توضیح بده. خیلی آره میگه میگه فقط این وبسایت فقط تکست داره، فقط متن پیدا میکنه، نه عکسی توشه نه هیچی، فقط متن آدمو که داشتن میمردن دیگه. goodbywarden.com goodbywarden.com goodbywarden. یا اول فصل بعضیش کوتاه، بعضیش کوتاه، بعضیش بلنده. واحد عجیب غریب بود و از همه بهتر به نظر اون پوست فروشیه بود. حالا شما بنویسید از نظر شما کدوم از همه وحشتناک‌تر بود. برو کامنت بذار، برو بنویس مثلا عرفان فلان سایت از همه وحشتناک‌تر بود، یا اگه سایت خفن و ترسناکی میشناسید لینکشو نذارید تو ویدیو زیر ویدیو، بدبخ میشیم. فقط بنویسید مثلا بگید سایت اسمش چیه. آره کامنت گذاشتی، من منتظرم. برو بذارید گذاشتی. آفرین. دمتون گرم تا اینجا ویدیوام را بود. امیدوارم که ترسیده باشید و خوشتون اومده باشه. لایک کام سابسکرایب بهتون نره. اینستاگرام دوستاشو برید فالو بکنید. وبسایت ها رو چک نکنید، اصلا این وبسایت ها رو چک نکنید. تا ویدیو بعدی خدافظ.